ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در واکنش به ممنوعیت سفرش به افغانستان از سوی طالبان گفته این اقدام گامی به عقب و نشانه نگران کننده ای درباره تعامل طالبان با سازمان ملل و جامعه بین المللی در زمینه حقوق بشر است. وی در این حال افزوده است که همچنان به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت تاکنون 3 گزارش تفصیلی در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت تسلط طالبان به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده است. او بارها حکومت طالبان را نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران و گروه‌های مذهبی و قومی از جمله شیعیان هزاره در افغانستان خوانده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده کنند. در همین حال معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این اقدام طالبان گفته که آنان با ممنوعیت سفر ریچارد بنت از تظاهر برای احترام به حقوق بشر دست کشیدند. او در این حال گفته تردید جامعه جهانی در برابر سوء استفاده های طالبان شرم‌آور است. از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین، از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر افضلی سلام و عرض ادب. آقای دکتر، تحلیل شما از ممنوعیت سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به افغانستان از سوی طالبان و تبعات آن چیه؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنوعیت سفر گزارشگر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در افغانستان این احتمال می رفت به دلیل گزارش های جدی که ایشون از نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کردن، این احتمال می رفت که این گروه تندرو مانع سفر آقای دکتر افضلی، صدای بنده رو داریم؟ بله، بله، صدای من هست. بله، ادامه بفرم. بنابراین این گروه تندرو چون منفعت و منافعش در این نیست که چنین گزارشی ارائه بشه، از این جهت ممنوع کردن. حالا این نه فقط برای اون، هر کسی که در زمینه مسائل حقوق بشر فعالیت میکنه، اگر در افغانستان باشه زندانی میشه، شکنجه میشه و به قتل میرسه، و اگر خارج از کشور باشه و اتباع خارجی باشه یا فعالیت رسمی در سازمان ملل داشته باشه، خب مثل ریچارد بنت اجازه ورود براش نمیدن و انتظارم میره که با هر نهاد و هر سازمانی که از طالبان تمجید نکنه و در راستای اهداف طالبان همکاری نکنه، اونها باش مخالفت بکنن یا ارتباطاتشون رو قطع بکنن. که متاسفانه اینم برمیگرده به خود سازمان ملل متحد که همیشه در راستای تعامل با این گروه هست، در حالی که این گروه به عنوان ناقض حقوق بشر و هنوز در لیست سیاه سازمان ملل متحد هست، باید تحت فشار قرار بگیره، تحت تحریم‌های جدی‌تر قرار بگیره تا این گروه از قدرت بره کنار. اما سازمان ملل و دیگر نهادها تلاش دارن که این گروه را در قدرت حفظ بکنن و این تبعاتی است که حالا ما می‌بینیم. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.